از زمانی که طالبان در 15 آگست 2021 یعنی درست یک سال قبل کنترل افغانستان را در دست گرفت، بحران انسانی در این کشور وخیم‌تر شده است. طبق اعلام برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، در مجموع 20 میلیون شهروند افغانستان یعنی حدود نیمی از جمعیت این کشور از نبود امنیت غذایی رنج می‌برند و 95% از جمعیت این کشور غذای کافی ندارند. همچنین بیش از 1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه شدید و طولانی مدت شدند. فاجعه ای انسانی که از زمان سقوط کابل در سال گذشته بدتر شده است. همچنین در طول یک سال گذشته بسیاری از افغانها به خصوص زنان یا شغل خود را از دست داده اند یا با کاهش شدید دستمزد روبرو شده اند. در زمان سقوط کابل اقتصاد افغانستان با وضعیت بسیار نامناسبی روبرو بود و نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کردند. اما این کشور حالا در مقایسه با آن زمان در وضعیت بدتری هم قرار گرفته. یکی از دلایل این مسئله تحریم‌های بین المللی و تصمیم آمریکا برای بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان است. در گذشته 80% بودجه دولتی افغانستان از طریق کمک‌های بین المللی تأمین می‌شد که از زمان روی کار آمدن طالبان این کمک‌ها عملاً متوقف شده. در نتیجه اقتصاد این کشور دچار فروپاشی شده و بسیاری از مردم از مایحتاج اولیه خود هم محروم شدند. در ماه مارس امسال یعنی زمانی که طالبان تصمیم گرفت دختران دبیرستانی را از تحصیل منع کند، بانک جهانی هم حدود 600 میلیون دلار از کمک‌های خود به این کشور را به حالت تعلیق درآورد. جامعه جهانی ارسال کمک‌های مجدد به افغانستان را به رعایت حقوق بشر به ویژه در مورد زنان مشروط کرده است. از سوی دیگر، حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان شده و این اتفاق وضعیت معیشتی مردم افغانستان را هم بحرانی تر کرده است.